چیه جناب سرهنگ؟ خیلی تو فکری. حوصله ندارم. پس بریم خونه من. نه، میرم خونه خودم. تو هم برو خونه خودی. راستش اصلا حوصله تو رو هم ندارم. دست شما در نکنه دیگه. حوصله خودم هم ندارم. خب، حالا شده چیزی. فریده، شبنم شما کی اومدید؟ همین الان. پس چرا این همه صدات میزنم جواب نمیدی؟ ببخشید نفهمیدم چی گفتید. مهم نیست. مادرت کجاست؟ دوباره گرفتار این روبرویا شده. دعوا کردن؟ آره. من فکر کنم یواش یواش باید توی دفتر یه جای خالی برای مادرت پیدا کنم. شما نباید خالی بکنین که. دادگستری باید به عنوان قاضی استخدامش بکنه. این درست تره. من برم. نه تو رو خدا، شما دیگه نرو. الان میری گیر میافتی. مامان خودش یه طوری حل میکنه. چی رو حل میکنه دختر؟ من میخواستم بگم برم واسه خودم یه چایی بیارم. شما چرا برید؟ پس من اینجا چی کارم؟ فکر کردم داری موسیقی گوش میکنی. نه، یه سخنرانیه. سخنرانی کی؟ دکتر حکیمی. دکتر حکیمی، من میشناسمش. از من میپرسی؟ نه، منظورم اینه که از همین استادای دانشکدتونه؟ نه، از استادای دانشکده ادبیاته. ولی من خیلی خوشم میاد ازش. از خودش؟ شما هم که بنجست نیستین ها. تقصیر من نیست بابا جون. ای به جمله های تلگرافی همینه. منظور آدمو درست منتقل نمیکنه. میدونید از نظراتش خیلی خوشم میاد. شما میتونید گوش بدید؟ جدا؟ به دردم میخوره؟ به درد همه میخوره. موضوع عشقی هست. فلسفه عشق و عشق فلسفی در ادبیات کلاسیک ایران. پس باید قبل از اینکه میشنیدی میدادی من گوش میکردم ببینم مناسب شنیدن هست یا نه. مگه شما داری سانسوری؟ خب به هر حال هر چیزی رو نباید دید و شنید. من نمیفهمم شما دارین جدی حرف میزنید و شوخی میکنید. اگه جدی حرف میزنید بگید منم جدی جوابتون رو بدم. میتونه جدی هم باشه. پس تا حالا شوخی میکردی درسته؟ ای بدجنس، تو هم مثل که کم کارگاه نیستی یا؟ بالاخره بچه حلال‌زاده به دایش میره. بله، دایش. هیچ خبری ازش ندارید؟ نه. شما اون شب دعواتون شد، نه؟ نه، دعوا نه.
یه کمی جر رو بس کردیم. چرا؟ به خاطر شما. من؟ بله. راستش من باید یک کمی مقدمه چینی می کردم که به اینجا می رسیدیم. خوشبختانه ادامه بحث ما رو به اینجا رسوند و کار من آسون کرد. میشه یه خورده واضح تر توضیح بدید؟ ببین عزیز من، اون شب دایی مسعودت از شما برای پویا سپهری خواستگاری کرد. البته همون شب منم بهش جواب رد دادم. بدون اینکه از من بپرسید؟ یعنی موافقی؟ صحبت موافقت یا مخالفت نیست. موضوع اینه که من حق دارم راجع به زندگیم تصمیم بگیرم. دارم یا نه؟ البته. پس باید با من مشورت میکردید. به نظرم میرسه گاهی وقتا آدم باید نقش یه پدر مستبد رو بازی کنه. ولی این نقش به شما نمیاد. ببین دخترم، زندگی ناموفق دایی مسعودت نشون میده که من نباید با دست خودم تو رو به اون مهلکه بفرستم. متوجه میشی؟ یعنی زندگی دایی مسعود قاعده است. پس بقیه پلیس هم زندگی خانوادگیشون به همین جاها میکشه؟ نه نه نه، همشون نه. پس با شک منطقی به این نتیجه میرسیم که قاعده نیست. ولی پویا سپهری رونوشت برابر اصله. اون از دایی مسعودت بدتره. تمام زندگی شده کار. اه خب این که بد نیست. همه ی زندگی کاره. مثل این که من خیلی اشتباه میکردم. ظاهرن از این پیشنهاد بدت نیومده. نه پدر جان، مغلطه نکنید. صحبت اصلی ما این بود که من باید برای زندگی آیندم تصمیم بگیرم یا نه. این چیزی بوده که خودتون یادم دادید و همیشه هم بهش عمل کردید. سر انتخاب رشته، سر انتخاب دانشگاه، چه میدونم، سر هر انتخابی که من باید خودم این کارو انجام میدادم، همیشه شما کمکم کردید. خیلی خوب عزیزم، با چشم باز انتخاب کن، هنوزم دیر نشده. معنی حرفای من این نیستش که من به راهنمایی شما یا حتی استدلال شما احتیاجی ندارم. برای حفظ ظاهر میگی یا برای اینکه دلم نسوزه؟ نه هیچ کدوم، عقده واقعیمو گفتم. من هم به ازدواج با عشق معتقدم، هم به عشق بعد از ازدواج، البته اگر تصمیم درستی باشه. حرفی نیست، خوب فکراتو بکن، با مادرت هم مشورت کن، نتیجهشو به دایی اعلام کن. باشه، چایتونو بدین عوض بکنم که در ته این سخنرانی یخ کرد. دیدی جناب سرهنگ، دیدی حق با من بود. ولی من باور نکردم، چون اون رگ لجبازی احمقانتو میشناسم. راستی امروز یه دیوونه با هم تماس گرفت، در رابطه با پرونده سراش تهدیدم کرد. میخوام با حرف بزنم، گوش کن ببین چی میگم. دلم برات تنگ شده دیوونه، با هم تماس بگیر.
الو الو چقدر ننه من قریبم خوندی؟ نوار مفت گیره بردی؟ اگه نوارت 90 دقیقه هم بود بازم حرف میزدم. معلوم از کجایی؟ تمام روز دنبالت بودم. بچه ها چطورن؟ خوبن، فقط یه کمی دلشون برات تنگ شده. ولش کن، از خودت بگو، از اون دیوونه‌ای که بهت زنگ زد. الان که نمیشه. چیه؟ بچه ها نشستن؟ آره، فردا میام ادارت. خوبه؟ اداره نیستم. مثل که گفتن مأموریت یاره. من میام سراغت. کی؟ ساعت 10 خوبه؟ باشه، منتظرتم. باشه، قربانت. شب بخیر. چه خبره؟ سر آوردی؟ جناب سرهنگ، لطفاً لباس بپوشید بری. کجا؟ کجاشو بعدم بهت میگم. شما فقط لباس بپوش. ستاد خبری شده؟ نه بابا، اصلا در مورد کار نیست. شما لباستونو بپوشید. من که بهت گفتم امشب حوصله هیچ کاری رو ندارم. ای بابا، سرهنگ جان، قربونت برم. شما فقط لباس بپوش. مامان جان، مگه میشه فهمید کی اول شروع کرده؟ زنه میگه وقتی هر روز میای خونه سر تو روزنامه ست کار خودته. شبانه روز هم که 5 کلمه بیشتر حرف نمیزنی. صبح بخیر و شب بخیر و چه میدونم سلام و خدافظ. این که شد 4 تا. بابا پنجمیش هم اینه که میگه وقتی داره میره میگه چیزی نمیخوای؟ شوهره چی میگه؟ میگه من چه حرفی دارم با تو بزنم؟ باید بشینیم پشت اینو غیبت کنیم. زنه میگه اینا همه بهانه جوییه، بابا تو حوصله ارتباط برقرار کردن با منو نداری. مرده میگه بی انصاف، من که وقت حرف زدن دارم، صبح علتونو میرم اداره، بعد از اونم یه جوری مثل خر کار میکنم که وقت نمیکنم یه لقمه نون بخورم. بعدم که مثل گرگ گرسنه میشم و میام خونه اندازه گاو غذا میخورم، مثل یه خرس هم میافتم میخوابم. زنه چی میگه؟ میگه پس با این حساب بابا تو برو خودتو نشونی یه دامپزشک بده. آقای کاظم خان، شما هم میتونید با ما ارتباط برقرار کنید؟ چرا؟ شام حاضره ها؟ اومدم. چه عجب. ببینم، به نظر شما من نباید برم پیش یه دامپزشک؟ اختیار دارین کاظم خان، شما باید تشریف ببرین پیش یه پزشک متخصص ملائکه. اتفاقا شما، یعنی شما دو نفرم باید تشریف ببرین پیش یه دکتر متخصص فک. اه چرا؟ تلفن جواب بدم میام بهتون میگم. الو، بفرمی. سلام خانم سراج، حالتون چطوره مادر؟ فعلا هیچی. نه، تحقیقات ادامه داره. چی شده؟ کی فرستاده؟ ها بله، آقا نادر. بسیار خوب. کجا؟ اجازه بفرمایید. بله. ساعت چند؟ حتما. خواهش میکنم، خدا نگهدار. کی بود؟ مادر منصور سراج. زن بیچاره. بعد از شام باید برم. کجا؟ ظاهراً برادر منصور سراج یه سری اسناد و مدارک فرستاده، اونم توسط یه مسافر. خب؟ طرف الان توی هتله. پیرزنه که خودش نمیتونه بره، از من خواهش کرد برم. آخه این وقت شب. خب چه بهتر،
فردا به کارم میرسم. خب حالا بیا شام تو بخور. وقتی که میگم به چشام اعتماد مطلق دارم یعنی اینکه اعتماد مطلق دارم. خب کسی هم دیدی؟ نه. اینجوری نگاه نکنی، روشن بود به خدا. جوری نگاه نکردم. چرا یه جوری آدم رو نگاه میکنی؟ خیلی خوب یه جوری نگاه کردم. دور بزن برگرد. کجا؟ میخوام برم زنگشون رو بزنم. بگی بشین. مگه نمیخوام خبر بگیری؟ اگرم بخوام خودم میرم زنگ میزنم. ای بابا من که از کار شما سر در نمیارم. بعد از 18 سال این تنها سرنخی که میشه گیر آورد. آخ شما همینطورش میگم برو. حتماً فروخته. از کجا میدونی؟ سماواتی همش تو کار خرید و فروش بود. خونه، ماشین، آدم، قلب، احساس، عاطفه، محبت. مسعود جان سلام. کاظم هستم. خوب گوش کن ببین چی میگم. برادر منصور سراج در ارتباط با قتل اون یه سری مدارک مهم برام فرستاده. یه تعدادی نامه است و چند تا عکس. لازمه هر چی زودتر اونا رو ببینی. با هم تماس بگیر. منتظرت هستم. فعلا خداحافظ. تو بودی زنگ زدی؟ آره. گفتنش آسون. اگه تو اون موقعیت قرار بگیری اون وقت متوجه میشی. شما از خود زنگ زدن نمیترسی؟ از نتیجه چه که میترسی؟ چی از ترس افزاد؟ چیزی که رفتن یا زنگ زدن رو سخت یا آسون میکنه چیه؟
نمیدونم، یعنی تا حالا بهش فکر نکردم. من حتی این تصور رو نکردم که وقتی زنگ میزنم کی درو باز میکنه. خب دیرم زن سابقتون جاله درو بکنه، یا دخترتون الهه، یا چه میدونم پدر خانومتون آقای سماواتی، اون وقت چی؟ چه چیزی باعث میکشه که شما اقدام به زنگ زدن نمی کنید؟ پویا جان 18 سال زمان کمی نیست. این جواب سوال من نیست جناب سرنگ. نمیدونم، شاید یه جایی در اعماق ذهنم احساس گناه میکنم. یعنی از روبرو شدن با اونها احساس شرم میکنید، شرم ناشی از گناه؟ شاید. شرم هم یه جور ترس دیگه قربون شکل ماهت برم، ترس از بخشوده نشدن. نه، شرم ترس نیست، شرم احساس پشیمانی یک وجدان منصفه که به خطاکاریش واقفه، ربطی به ترس نداره. شرم یعنی خضوع در برابر حقیقت. یعنی واقعا خودتون رو اینقدر گناهکار میدونی؟ خب من یه آدم خودخواه بودم. سرنوشت خانوادتون رو این خودخواهی شما بود که عوض کرد؟ شاید، شایدم نه. اون وقت من فکر میکردم نباید تن به سازش بدم. تصور میکردم سکوت یعنی خیانت. یعنی اگه دوباره امروز تو همون موقعیت قرار بگیرین با مقدم سازش میکنین؟ پشیمون شدی؟ نه. ببین پویا جان، پزشکا، قاضیا، پلیسا برای ورود به حرفشون قسم میخورن. حالا اگه به خاطر عنوان و موقعیت و اینجور حرفا سراغش نرفته باشن، شکستن قسم سخته. بله فرمید. مرسی. منصور جان سلام، کاظم هستم. برادر منصور سراج در ارتباط با قتل اون یه سری مدارک مهم برام فرستاده، یه تعداد نامه است و چند تا عکس. لازمه هر چی زودتر اونا رو ببینی. با هم تماس بگیر، منتظرت هستم. صداشو چرا بستی بابا جون؟ شما حوصله‌ای دارید؟ اخبار داره عزیز من. دیگه به خبر نمیرسید. چرا میرسم؟ تو روشنش کن. مگه امروز سرویس من نیستید؟ نه خیر. کی گفته من امروز سرویس شما؟ امروز ساعت 10 با دایی مسعودت قرار دارم. برای همین کمی دیرتر میرم. حالا نمیشد یه خورده زودتر قرار میذاشتید؟
خب اگه شما به من گفته بودین که منو نمیخواین ببرین، من خودم زودتر به زهره زنگ میزدم میگفتم با پدرش بیاد دنبال من، منو با خودشون ببرن. اما من دیر میرسم، دیگه نمیتونم برم دانشگاه. چطوری باید برم دانشگاه؟ بابا جون من صبح اول صبح تو چقدر حرف میزنی؟ به من یه کله گنجشکی خوردی؟ یه دقیقه دندون به جگر بگیر. میخندی؟ دفاعی؟ طرفداری؟ چیزی؟ آخه پس شما چه وکیل مدافعی هستی؟ وکیل تسخیری. تسخیری؟ هیچم تسخیری نیستم آ. ازش دفاع میکنم، خوبم دفاع میکنم. خب اون وقت میشیم مثل وکیل عبید زاکانی. جدی میفهمایی؟ عبید زاکانی چیه؟ مامانه بهتر میدونم. چیه ماما؟ بابا بهتر میدونه. شما بفرمایید. ای بابا. بگو دیگه بابا. بابا مگه من بیکارم صبح اول صبح تیشه به ریشه خودم بزنم؟ ببین بابا جون، عبید زاکانی تو عصر خودش، تو عهد مغول، یه چیزایی راجع به وکیل وکلا گفته که هیچ ربطی هم به دوری الان ما نداره. چی گفته؟ مثلا مثل همون لغت معنیش، وکیل یعنی ایشون، کسی که حق رو باطل میکنه. اه 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 اه. شاهد کسی که هرگز سخن راست نگوید. حلال اون چه نخورند، بهشت اون چه نبینند. بله. سلام مسعود جان، تویی؟ صبحت بخیر. کجا بودی؟ خب خبر دارم درجه یک. آخ اگه بدونی چه چیزایی برام فرستاده، غیر ممکنه بتونه حدس بزنی. گوش کن ببین چی میگم. سراج اون موقع که توی اروپا بوده یه عکسایی انداخته که نمیتونی حدس بزنی چه کسی کنارش وایساده. نه خیر، باید بیای ببینی. آره ده دیره. خیلی خوب، من را میفتم میرم سمت دفتر. باشه. نه بابا تو که میدونی من زودتر از منشی میرسم. قربونت برم، منتظرتم. خداحافظ. ها ها، پس منو میرسونی. چه کنم؟ چاره ای نیست. میخوام به مسعود بگم که با تو حرف زدم. همین؟ خب آره. ولی دیشب حرارت و انرژی بیشتری به خرج میدادی. خب آدم توی رودخونه هیچ وقت دوبار شنا نمیکنه. میخوای بهش بگم با خودت صحبت بکنه؟ خب آره، اگه دعوتم بکنه به یه چلو کباب پیتزای چیزی، آره خوبم هستش. دارم جدی صحبت میکنم شبنم خانم. اه خب منم جدیم. خب میدونی بابا، فقط میخوام بدونم چرا اصل ماجرا خودش جلو نیومده. کی؟ پویا؟ آره. خب لابد خجالتیه. وا خب رسیدیم. مرسی. اینو ببین چه خوشگله، از کجا آوردیش؟ از یه کولی خریدم، میگفت تلسم شانس میاره. پس میدینش به من. پس خودم چی؟ شما یه دفعه شانس آوردی. کی؟ همون وقتی که من دنیا اومدم. باشه بر. پدر، خیلی دوستت دارم. منم. خداحافظ.
چاره ای نیست. یعنی دستگیرش کنی؟ نه، صبر میکنیم تا مسعود بیاد. بچه ها خیلی خسته شدن. تقصیر خودشونه، نباید سوژه رو گم میکردن. میترسم دیر بشه. اون وقتا که من اصرار داشتم واحده رو بگیری، شما به هوای ماهی گنده نذاشتین. الان که یقین پیدا کردیم ماهی گنده وجود داره، دلیل نمیرم که حل بکنی. شما میتونی با مسعود مشورت کنی؟ یعنی به همین سادگی؟ این یه اتفاق عادیه، حداقل روزی چند نمونه داریم. روز قبل تهدیدش کرده بودم. من اطمینان دارم که این انفجار یه انفجار ساده و معمولی نیست. ببینید، انفجار گاز مشخصاتی داره، همونطور که در دفتر مرحوم دوست شما دیده شده. آتش سوزی وسیع. خب تو انفجار بمب هم آتش سوزی معمولاً رخ میده. بله، اما برای بچهای ما باز بودن شیر گاز در آشپزخونه مسلم شده. گاز در طول شب تمام محیط آپارتمان جمع شده. صبح با جرقه کلید برق متاسفانه همه چیز رفته رو هوا. یعنی شما در این مورد هیچ تردیدی نداری؟ ابداً. بعد از صحبت با شما من خودم وجب آپارتمان رو گشتم. هیچ اثری از بمب منفجر شده ای دیده نشد. تهدیدش کرده بودم. من میدونم تهدیدش کرده بودم. شاید عمدن کسی شیر گاز رو باز گذاشته باشه. خدای شادم خوبی بود. بشین بشین راحت. خب تعریف کن ببینم چی شد. همین چند روز پیش بود که حالم پرسید. میدونست وضع قلبم خرابه. گفتم ای آقا جان چه حالی چه احوالی، دیگه باید غزل و خون. ما رفتنی هستیم. گفت مش سفر، کی تا حالا خط گرفته که بمونه؟ شاید ما زودتر از تو رفتیم. گفتم خدا نکنم. ما آرزو داریم تو عروسی دخترتون خدمت کنیم. ختنه سرونه نوتون چای و شربت بدیم. میدونی چی به من گفت جناب سرهنگ؟ گفت بس داری به حساب ما از خدا مهلت میگیری. پنج دقیقه طول نکشید، درست پنج دقیقه.
یه صدای اومد. الله ببینم معمولا شبا چه ساعتی در ساختمونو میبندی؟ 8:30. شب حادثه چی؟ چه تعطیل کردی؟ یه ساعت از اون رفته. خب بعد از اون ساعت کسی یادم مشکوک نیومد سراغ دفتر رو بگیره یا اینکه بیاد تو دفتر؟ نه نه جونم، من دروغ میگم؟ دمه در تو صندلیش همش داره چرت میزنه. اون روز از که میرفتم بیرون رسما خوار و پفش بلند بود. چه میفهمه کی اومد کی رفت؟ میتونی قسم بخوری؟ معلومه که میتونم. خدای من، این جعفر کذاب دروغ میگه جناب سرهنگ. خیلی خوب بس دیگه بشینیم. شما چه ساعتی تعطیل میکردی؟ ساعت 4. پس چی میگی بعد از اون؟ حواسش نیست، بی خود میگه. اون روز عصر بعد از اینکه آقای فرنام یاد دعوای مفصل تلفنی کرد، بدون اینکه بگه کجا میره یا برمیگرده از دفتر رفت. بعدم چون برنگشت سر ساعت 4 دفتر رو بستم و رفتم. شیره گازو بستیم؟ همیشه قبل از رفتن کارم همین بود. شیره اجاق گازو میبستم، شیره اصلی رو میبستم، بعد میرفتم. روز حادثه چی؟ روز حادثه هم همینطور. دیگه برنگشتی دفتر؟ نه، چرا باید برمیگشتم؟ بعد از اون ساعتم که شما حواست نبود کی اومد کی رفت؟ چرا جناب سرهنگ؟ هیچ کی نرفت. میخوای بزنم رو قرآن؟ نه خیر، روز حادثه جامعه فرنام اومد کیفش دستش نبود. کیف سیاهش دستش بود. خب پس کو کیفش؟ کیف به چه درد میخوره جناب سرهنگ؟ باید جون نازنینش میموند. مای سفر، به خاطر همین مدارکی که توی کیفش بوده به خاطر کاراشونو کشتن. الله اکبر.